ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی معروف به سعدی یک شاعر، نویسنده نثر و عارف مشهور ایرانی بود. سعدی در قرن 13 میلادی در ظرف 20 تا 30 سال خاورمیانه و فراتر از آن را سفر کرد و با مردم مختلف و دیدگاه‌های آنها آشنا شد. تجربه این ارتباطات اجتماعی اساس دانش و آگاهی عمیق او در مورد اخلاقیات و نقاط ضعف بشر شد. هرچه از مقام وی به عنوان یکی از بزرگان ادبیات کلاسیک فارسی گفته شود کافی نیست. همچنین او نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به شاعران و نویسندگانی اسطوره‌ای مانند حافظ، گوته و امرسون نیز الهام بخشیده و به خاطر مهارت و هنرش در ابراز حقایق ژرف مشفقانه به زبان ساده تحسین می شده و می شود. اهل ادب او را به نام استاد سخن می شناسند و نثر او در سبک زیبا و ساده اش بی نظیر است و مهمترین نکته در آثارش صدای عارفانه و درخشان اوست که نوری بر ارتباط بهشت و زمین می افکند. زمانی مسائل دنیوی را بزرگ جلوه می دهد و زمانهای دیگر به الوهیتی که در شرایط عادی است می پردازد. سعدی قصیده های بسیاری سروده، همچنین غزل های عاشقانه عارفانه و اشعاری طنزآمیز در مورد تجربه انسانی به زبان فارسی و عربی از خود به جا گذاشته است. بعداً دو شاهکار ارزشمند کلاسیک فارسی بوستان و گلستان را به رشته تحریر درآورد. بوستان یا باغ میوه که به صورت اشعار ادبی و نفیسی نوشته شده است شامل روایاتی است که فضایل اخلاقی در آنها می باشند، از جمله عدل، شکر، تواضع، عشق، احسان و قناعت. همچنین به بررسی طریقت عرفانی و اعمال درویشان می پردازد تا مشوق یک زندگی بهتر و شادتر باشد. سعدی در سال 1258 میلادی و یک سال بعد از آخرین اثرش گلستان را نوشت که عمدتاً به نثر است ولی دارای اشعار کوتاهی نیز می باشد. نام آن به معنی باغ گل می باشد و تشبیهی از یک باغ آراسته و مقدس روح و روان است، جایی که او با روایات و اشعارش به شیوهی پر احساس دانه های فضیلت را می نشاند تا در مخاطبش رشد کنند و شکوفا شوند. سبک آن آهنگین و در تشبیه با تراوت می باشد و به طیف وسیعی از موضوعاتی که بشر با آنها روبرو است می پردازد. این کتاب با ترکیبی از تفکراتی طنزآمیز، حکایات خود نویسنده و نصایح مهربانانه معطر است. او بدین طریق سعی در تعلیم مردم دارد تا که آنها خیرخواه باشند، با یکدیگر خوب رفتار کنند و به یک شیوه زندگی شریف و مهربانانه
روی آورند. اکنون از شما دعوت می کنیم تا از گزیده ای از گلستان سعدی لذت ببرید. گلستان سعدی، باب دوم، در اخلاق درویشان. پادشاهی پارسایی را دید، گفت هیچت از ما یاد آید؟ گفت بلی، وقتی که خدا را فراموش می کنم، هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. پیاده سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسوده و عمری می گذارم. اشتر سواری گفتش ای درویش کجا می روی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود در رسیدیم، توانگر را اجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست. ای بسا اسب تیز رو که بماند، که خر لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تندرستان را دفع کردیم و زخم خورده نمرد. عابدی را پادشاهی طلب کرد، اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقادی که دارد در حق من زیادت کند. آوردند که داروی قاتل بخورد و بمرد. آنکه چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. چون بنده خدای خیش خواند، باید که به جز خدا نداند. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته. شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آنچه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش.
ابو هریره رضی الله عنه هر روز به خدمت مصطفی صلی الله علیه آمدی، گفت یا ابو هریره، هر روز میا تا محبت زیادت شود. صاحب دلی را گفتند بدین خوبی که آفتاب است، نشنیده ایم که کس او را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت برای آن که هر روز می توان دید، مگر در زمستان که محجوب است و محبوب. به دیدار مردم شدن عیب نیست، ولیکن نه چندان که گویند بس. اگر خیشتن را ملامت کنی، ملامت نباید شنیدت ز کس. یکی را از علمای راسخ پرسیدند چه گویی در نان وقف؟ گفت اگر نان از بحر جمعیت خاطر می ستاند حلال است، و اگر جمع از بحر نان می نشیند حرام. نان از برای کنج عبادت گرفتند صاحب دلان، نه کنج عبادت برای نان. بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا، گفت کمینه آن که مراد خاطر یاران بر مصالح خیش مقدم دارد، و حکما گفتند برادر که در بند خیش است نه برادر و نه خیش است. همراه اگر شتاب کند همراه تو نیست، دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. چون نبود خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا. یاد دارم که مدعی در این بیت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نهی کرده است و به مودت ذی‌القربا فرموده، و این چه تو گفتی مناقض آن است. گفتم غلط کردی که موافق قرآن است. هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. دیدم گل تازه چند دسته بر گنبدی از گیاه رسته. گفتم چه بود گیاه ناچیز، تا در صف گل نشیند و نیز. بگریست گیاه و گفت خاموش، صحبت نکند کرم فراموش. گر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نه گیاه باغ اویم. من بنده حضرت کریمم، پرورده نعمت قدیمم. گر بی هنرم و گر هنرمند، لطف است امیدم از خداوند. با آن که بضاعتی ندارم، سرمایه طاعتی ندارم، او چاره کار بنده داند، چون هیچ وسیلتش نماند. رسم است که مالکان تحریر آزاد کنند بنده پیر. ای بار خدای عالم آرای، بر بنده پیر خود ببخشای. سعدی ره کعبه رضا گیر، ای مرد خدا در خدا گیر. بدبخت کسی که سر بتابد زین در، که دری دگر بیابد. بینندگان صادق، همراهی شما با برنامه امروز کلام حکمت مسرت بخش بود.